اندرو فاینستین، مدیر سازمان دیدبان فساد در بریتانیا و نویسنده کتاب جهان در سایه، نگاهی به مبادلات جهانی تسلیحات، در استودیو با ماست. خوش آمدید به برنامه. اساساً فکر می‌کنید که IMF قصد داره که بدهی ایران رو پرداخت بکنه؟ من فکر نمی‌کنم چنین قصدی داشته باشه. فکر می‌کنم چیزی که شاهدش هستیم یک اتفاق نسبتاً شایعی است در دنیای مبادلات تسلیحاتی بریتانیا و کل جهان. وقتی که قراردادی بسته میشه، این در واقع صنعتی است که 40% همه فساد مبادلات جهانی بهش برمیگردن. می‌بینیم که خیلی وقتها یکی از قراردادها، مفاد این قراردادها رو چه خریدار چه فروشنده بهش احترام نمیگذارن. و واقعا چیزی که داریم در این مورد می‌بینیم همینه که IMS و دولت بریتانیا عملاً، همونطور که دانکن کمبل در گزارش شما اشاره کرد، دارن سعی می‌کنن که این وضعیت حقوقی رو کش بدن تا اینکه در نهایت از پرداخت این پول بسیار هنگفت خودداری کنن به دولت ایران. IMS میگه که یک شرکت خصوصیه. اساساً رابطه IMS و دولت به چه شکله؟ اطلاع داریم که ارتباطشون به چه شکله؟ من موافق نیستم که IMS رو واقعا یک شرکت خصوصی در نظر بگیریم. تمام این شرکت توسط دولت، مالکیتش در اختیار دولت بریتانیا است و کنترل میشه از جانب دولت بریتانیا به صورت مشخص وزارت دفاعشون. و برهان این قضیه اینه که تنها سودی که این کشور، این شرکت در طول تاریخش پرداخت کرده به دولت بریتانیا بوده، به وزارت دفاع بوده. بنابراین یک شرکت خصوصی است که کنترلش و مالکیتش در اختیار دولت بریتانیا است. شرکت‌های بسیار زیادی مثل IMS رو در دهه‌های مختلف دولت بریتانیا و دولت‌های دیگر تأسیس کردند تا اینکه از طریق این شرکت‌ها بعضی از فعالیت‌های سوال برانگیز خودشون رو جلو ببرن. با ایران مثلا دیدیم در گزارش شما، این یکی از مثال‌های اونه. IMS فعالیت‌هایی داشته در عربستان سعودی، در ایران، حتی در زیمبابوه، در جنوب آفریقا و بخش‌های دیگری از خاور میانه به نیابت از دولت بریتانیا. پس با این اوصاف چرا پارلمان وارد این بحث نمیشه؟ ما میدونیم که نماینده های بسیاری سوال کردند در پارلمان راجع به این قرارداد. چرا پارلمان اقدامی نمیکنه؟ این یک واقعیت باور نکردنی است که در این پارلمان بریتانیا که قدیمی ترین پارلمان جهانی، برخی از مسائل و زاویه ها تحت سرفصل امنیت ملی قرار می گیرند و اون وقت اون سطح پاسخگویی و شفافیتی که در بقیه فعالیت های دولت شاهدش هستیم، در مورد اینها شاهدش نیستیم. به عنوان مثال می بینیم که تنها گزارشی که دفتر حسابرسی بریتانیا در تاریخش منتشر کرده و هرگز در معرض افکار عمومی قرار نگرفته، مربوط همین بزرگترین توافق تسلیحاتی، قرارداد تسلیحاتی جهانه. بنابراین دلیل اینکه قوه مجریه، وزیران دولت دارن از پارلمان جلوگیری میکنن از اینکه پارلمان وارد این قضیه بشه، اینه که به مسئله امنیت ملی متوسل میشن. اونها میگن اینها مسائلی است که برای امنیت ملی و امنیت دفاعی بریتانیا چنان مهمه که نمیشه اونها رو در انظار عمومی و در افکار عمومی و در پارلمان به بحث گذاشت. البته استدلال من اینه که هر کشوری، هر ملتی وظیفه و مسئولیت دفاع از خودش رو داره و همواره مسائلی خواهد بود که به مسئله امنیت ملی بحث میشن که نمیشه اونها رو به صورت آشکارا در انظار عمومی بحث کرد. اما این پرونده که داریم راجعش صحبت میکنیم، پرونده IMS، پرونده قرارداد نظامی با ایران، سرفصل امنیت ملی در واقع داره ازش سوء استفاده میشه به اعتقاد من، که لاپوشونی کنه یک مسئله ای که فعالیت های به داوری من فسادآمیز هست، فعالیت های سوال برانگیز هست از جانب دولت بریتانیا و عوامل اون. بنابراین به این دلیل که دولت بریتانیا اجازه نمیده به پارلمان که وظیفه قانونی خودش رو، وظیفه مشروع خودش رو که نظارت بر قوه مجریه است، در این مورد اجرا کنه. فکر میکنید ایران ممکنه بعضی از فرصتهای حقوقیش رو به نوعی سوزونده باشه و استفاده نکرده باشه؟ فرضاً در اون دو سالی که تحریم ها برداشته شده بود، چرا ایران موفق نشد که این پول رو تحویل بگیره از IMS؟
فکر میکنم موضوع من نمیخوام به هیچ وجه اشاره کنم یا اینطوری بگم که دولت ایران کاملا رفتارش خوب بوده در این مورد. این طبیعتا ماهیت قراردادهای تسلیحاتی هیچ کدوم از طرف ها خوب رفتار نمی کنن. اما من فکر میکنم که اگرچه دولت ایران از سال 2010 دست کم از سال 2010 از کانال‌های قضایی و قانونی داشته این مسئله رو به سمت تلاش می‌کرده که به پایان برسونه، اما برای پرداخت پول به ایران تمام مسئولیت با دولت بریتانیا بوده. بنابراین در اون مقطع کوتاه مدتی که تحریمی در کار نبود، هیچ چیزی مانع از دولت بریتانیا نمی‌شد که این پول رو به ایران دوباره پس بده، همونطور که از جانب ایران خواسته شده بود. اما در عوض کاری که بریتانیا کرد، دولت بریتانیا کرد، این بود که ادامه داد به این پروسه ظاهراً بدون پایان قضایی تا اینکه متوقف کنه پرداخت این پول رو، حتی زمانی که این فرصت رو داشت. نظرتون راجع به ارتباط پرونده نازنین زاغری ردکلیف چیه؟ فکر میکنید آیا اونطوری که همسرش میگه ارتباطی بین بازداشت او و این بدهی هست؟ Certainly what I know about this particular قطعاً چیزی که من در مورد این قرارداد تسلیحاتی میدونم و درباره مسئله نازنین زاغری ردکلیف میدونم در ایران، که فکر میکنم واقعا شرم‌آور و خجالت آور و نادرست از جانب دولت ایران که یک فرد بیگناه رو به این صورت زندانی کردند، ولی خب اطلاعاتی که من دارم نشون میده که کاملا نشون میده که ارتباط خیلی تنگاتنگی است بین دستگیری او و دستگیری دیگر شهروندان بریتانیایی و این پولی که به ایران پرداخت نشده. چرا من این رو میگم؟ برای اینکه مدارک بیشماری داریم که نشون میده از همون اولین بازپرسی از او در حبس در ایران به نازنین زاغری ردکلیف خیلی روشن گفتن که او رو گرفته بودن در عمل به عنوان گروگان برای اینکه سعی کنن که مجبور کنن دولت بریتانیا رو به پرداخت کردن صدها میلیون دلار که به دولت ایران بدهکارن. این چیزیست که دولت ایران در گذشته انجام داده از نظر تاریخی، بنابراین تعجب آور نیست که دارن دوباره این کار رو میکنن. اگر کسی به ماهیت شرکت IMS نگاه کنیم و به ماهیت قرارداد تانک‌های چیفته نگاه کنیم و به وضعیت نازنین نگاه کنیم، کاملا روشن میشه که ارتباط‌های عمیق و اصولی هست بین ادامه حبس نازنین زاغری و امتناع دولت بریتانیا از پرداخت بازپرداخت این پول به ایران. و در نهایت خیلی کوتاه فکر میکنید که راه حل حقوقی وجود خواهد داشت برای این پرونده؟ واقعیت اینه که یک داوری بین المللی انجام شد که به نفع ایرانی ها رأی داد. بنابراین اگر قوانین بین المللی رو بهشون نگاه کنیم، از اون نظر دولت بریتانیای کبیر باید پول ایران رو پس بده، بپردازه، و اگر مشکل تحریم های فعلی علیه ایران هستن، پول رو میتونه از طریق مثلا کانال انسانی به صورت دارو یا کمک های انسانی دیگر بده به ایران که تحت تاثیر تحریم ها قرار نمیگیرن. بنابراین فکر میکنم الان توپ در زمین بریتانیاست که قضاوت جامعه جهانی، دادگاه جهانی رو قبول کنه و پولی که به ایران بدهکاره بابت تسلیحاتی که تحویل نداد بپردازه. متشکرم. اندرو فاینستین، مدیر سازمان دیدبان فساد در بریتانیا.